درود میفرستم به 6 تن از فرزندان قهرمان مردم کردستان که روز گذشته 13 اسفند ماه به دست جلادان رژیم آخوندی به شهادت رسیدند. اونا با خون پاک خودشون اثبات کردند که این رژیم جنایتکار آخوندی باید سرنگون بشه و تا تمامیت این رژیم با همه دستبندی های آن سرنگون نشه، اعدام و کشتار و قتل عام مردم کردستان و مردم سراسر ایران ادامه خواهد داشت. این 6 نفر از قهرمانان مردم کردستان جزو 100 نفری بودند که بعد از سفر خامنه‌ای جنایتکار در سال 88 به کردستان توسط وزارت اطلاعات رژیم آخوندی دستگیر شده بودند و اینها را به شکنجهگاه‌های مختلف وابسته به وزارت اطلاعات و دیگر ارگان‌های امنیتی رژیم برده بودند و تحت انواع شکنجه‌ها قرار داده بودند. جرم اینها، جرم بزرگ اینها، مقاومت در برابر این رژیم جنایتکار آخوندی بود. اینها خواستشون این بود که آزادی داشته باشند، آزادی فعالیت مذهبی داشته باشند. اینها در مقابل توهین‌هایی که رژیم به مذهب اهل تسنن کرده بود اعتراض کرده بودند. رژیم حاضر نبود که حتی اعتراض اینها را هم تحمل بکنه، به همین دلیل اینها را دستگیر کرد. 6 نفر از اونها را در همون سال 88 در شهریور ماه به جوخه اعدام سپرد و بیش از 40 نفر اونها را به زندانهای طویل المدت از 4 سال تا 40 سال محکوم کرد. اتهامات خودساخته و عوام فریبانه و بسیار ساختگی، در حالی که اینها فقط آزادی میخواستند. اما رژیم جنایتکار آخوندی توان تحمل کوچکترین آزادی را نداره. حتی از زمانی که آخوند روحانی هم سر کار اومده تعداد اعدام ها بیشتر شده و نه کمتر. بنابراین این رژیم، به همین دلیل میگیم که پیام خون اینها اینه که تمامیت این رژیم با همه دستبندی های آن، با همه جناهای آن و با همه باندهای آن باید سرنگون بشه تا مردم نجات پیدا بکنن، تا آزادی محقق بشه، تا مردم کردستان به حقوق حقی خودشون دست پیدا کنن. واقعیت اینه که اینا در این 4 سالی که در زندان بودند بارها و بارها دست به اعتصاب غذاهای طویل المدت که بعضی وقتا تا 36 روز طول میکشید ادامه میدادند. اما رژیم جنایتکار آخوندی هر بار وعده میداد، عقب نشینی میکرد، ولی در نهایت دیدیم که اینا را حلق‌آویز نمود. خوب است در اینجا یک نگاهی بیندازیم به نقاشی بچه 6 ساله یکی از این شهدا که چطوری تصویر پدرش را در پای چوبه اعدام و چوبه دار کشیده است. بیخود نیست که همین روزها میبینیم که جنایتکاران آخوندی در کشورهای همسایه و حتی در عراق هم مشغول کشتار مردم اهل تسنن هستند. جرم مردم کردستان فقط کرد بودن نیست. یکی به خاطر کرد بودن باید سرکوب بشن و میشن توسط این رژیم آخوندی و ولایت فقیه، یکی هم به دلیل سنی بودن. من نمیتونی احتراز کنم، من اگه احتراز کنیم مجرم میشیم، حربه میشیم. به همه بچیسیم، همه مدارد 68-69، حتی به حرام احمدی که مدارد 70 بود عدمش کرده. در همینجا به خانواده این شهدا هم تسلیت میگیم و هم جای تبریک داره به خاطر داشتن چنین فرزندانی که این چنین مقاومت کردند و این چنین مردم کردستان و مردم ایران را سرفراز کردند. یا
که توی دادگاه فرمالیته به دادگاه آقای مخیصه قاضی پروندمون مخیصه اسمش که تو 10 دقیقه ما 10 نفر بودیم تو 10 دقیقه هممونو محاکمه کرد و به همون حکم اعدام داد. اون 6 نفر رو به اسم دادگاهی به اسم انتقال به شهر سمدشت در 7 دی 91 اعدام کرده. اصلا نذاشت از خودمون نه دفاعی بکنیم نه میذاشتم که وکیلی بگیریم، فقط به ما میگفتن شما حکمتون محاربه است و حکمتون اعدام. اون قاضی که اسمش مخیصه بود تو خود دادگاهی میگفت شما سنی هستید، هر وکیل بگیرید وکیل نگیرید یعنی هیچ فرقی واسهتون نداره، شما همه تون حکمتون اعدام. ولی ما نمیتونیم اعتراض کنیم، ما اگه اعتراض کنیم مجرم میشیم، محاربه میشیم. به همه بچه سن، همه متولد 68-69 حتی بهرام احمدی که متولد 70 بود اعدامش کرده. اگر ما کاری کردیم چرا نمیان دادگاه ما را علنی کنن؟ اگر ما کاری کردیم چرا نمیان تو رسانه ها پخش کنن، ما را جلوی دوربین بیارن بگن این کارو کرده، توی دادگاه علنی که مشخص بشه، برای مردم مشخص بشه که حکم اعدام سر چی گرفته، سر چی میخوان ما را اعدام کنن؟ چرا دادگاه ما علنی است؟ چرا حق وکیل گرفته نداریم؟ سنگ سرد زندون، نه سقف بی ستاره، نه گارد ویژه بند که فکر حمله داره، نه حجم دیواری که سنگی و بلندن، نه تختای شکنجه که منو روش میبندن. نه دشتیم حریف من نیست تو این جنگ نابرابر، پشت من به نسلی گرمه که ایستاده تا به آخر. دشتیم حریف من نیست تو این جنگ نابرابر، پشت من به نسلی گرمه که ایستاده تا به آخر. وقتی تو انفرادی در حال اعتصابم، وقتی با پشت زخمی کنج دیوار میخوابم، حتی با دست بسته دلم پر از یقینه یه خلقی تو کمینه شکستن ادینه. نه من به نسلی گرمه که ایستاده.